کمک داور آفساید رو دید و خوبم اعلام کرد. درستم بود، آفساید بود. برای یه فرصت هست برای تیم سپاه به سمت دروازه. حالا فرصت توی دروازه، توی دروازه شریفی میزنه گلو، یه گل زیرتاقی میزنه مهدی شریفی و دروازه رو باز میکنه تا نتیجه 1-1 مساوی بشه. کرانچار نفس راحتی میکشه، ما هم خوشحال میشیم از اینکه تیممون به گل مساوی میرسه. عالی زد مهدی شریفی و حالا پرچم ما باز هم در اهتزاز در شهر دوحه و کشور قطر. نگاه کنیم، محرم نویدکیا آمد به بازی و جریان بازی رو عوض کرد و این کار زیبا از نویدکیا، پاپی، سرجیو و در نهایت شریفی که این توپ رو دیگه کوبید تا به زیر طاق دروازه تیم فوتبال از سد قطر کوبیده بشه. 1-1 مساوی. حالا سپاهان امیدوار به پیروزی هم میتونه باشه. واقعا محرم آمدنش یه غنیمتی بود برای سپاه. درسته زیادم سن و سالی ندارم، اما میتونم بگم از این ضرب المثلمون استفاده کنم، بگم شیر اگر پیر هم باشه شیره و این محرم نویدکیاست که این خصلت رو داره. واقعا حیف که محرم مصدوم شد و نتونست اونطور که باید در فوتبال حقش رو بگیره. مطمئنا میتونست یکی از بهترین های فوتبال آسیا باشه. یه حرکت دیگه از یاران از سد قطر. امیدواریم که بازیکن سپاهان در خط دفاع هوش و حواسشون جمع